سلام به کانال پرژن سیتی، با من علی رادمیر خوش آمدید. در این برنامه روایت تازه‌ای از فرار اشرف غنی از افغانستان داریم. نویسنده این گزارش انیسه شهید می باشد. انیسه شهید در ابتدای این مطلب نوشته می کند که اطلاعات این مطلب که گزارش فرار اشرف غنی از ارک در بعد از ظهر 24 اسد سال 1400 خورشیدی است، از مصاحبه هایم با یک مقام کلیدی پی پی ایس، یک مقام کلیدی امنیت ملی و یک سرباز پی پی ایس به دست آمده است. ایشان می افزاید مصاحبه هایم را حضوری انجام دادم. مصاحبه شوندگان نخواستن نامشان در گزارش ذکر شود. این اولین بار است که مقام های امنیتی در حکومت اشرف غنی در مورد فرار او سخن می گوید. مطلب را با یک مقام کلیدی پی پی ایس پی می گیریم. ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه 24 ماه اسد با موتر شخصیش از مسیر ششترک به دروازه غزنی رفت. دسته ی از سربازان ارتش که برای تأمین امنیت آن دروازه همیشه آنجا بودند، موترش را متوقف کردند. پرسید: شما مرا نمی‌شناسید؟ چه خبر است؟ من که همیشه رفت و آمد می‌کنم. می‌دانید که کسی به مدیریت ما نمی‌تواند محدودیت وضع کند. فرمانده ی ارتش موظف در دروازه غزنی پاسخ داد: امروز به هیچ موتر دولتی و شخصی اجازه داخل شدن به ارک نیست. تعجب کرد و پرسید چرا؟ فرمانده ارتش گفت: نمیدانیم. هدایت کوچی صاحب است که به هیچ موتر دولتی و شخصی اجازه ورود به ارک نیست. اگر میخواهید در مخابره صدا کنم. در پاسخ گفت: نه، وقت رئیس گفته درست است. جنرال کوچی فرمانده عمومی نیروی ویژه محافظت از رئیس جمهور به ارک بود. این نیرو به پی پی اس شهرت داشت. با موترش کمی دورتر می رود. با مدیر استخبارات پی پی ایس بر یالای واحدی که رفاقت هم دارد تماس می گیرد و می پرسد: واحدی صاحب، سربازان به من با موترم اجازه ورود نمی دهند. علت چیست؟ چه کنم؟ بر یالای واحدی با خنده می گوید: شاید تو هم می خواهی بگریزی. جدی می شود و می گوید: کجا بگریزم؟ آدم گریز نیستم. چه معنا دارد؟ تو مرا نمی شناسی؟ موضوع چیست؟ چه اتفاق افتاده؟ واحدی در پاسخ می گوید: وقتی که نمیگریزی موترت را یک جای استاد کن و بیا دفتر. با عجله و سوی شهر نو می رود. اسکاها بسته است. مردم سراسیمه هستند. شماره از فروشگاه ها بسته است. و سوی چهارراه تایمنی سابقه می رود. موترش را استاد می کند. با یک تاکسی و چهارراه زنبق می رود. از آنجا پیاده براه می افتد و وارد ارک می شود. در محوطه ارک شماره از سربازان پی پی اس که سراسیمه هستند به او می گویند طالبان داخل کابل شدند. در پاسخ می گوید: مهم نیست، ما که 5 تا 6 هزار نفر هستیم، تجهیزات فراوان داریم، کندک بی، ریاست ده، لوای حمایه گارنزیون و مدیریت هایی که با ما کار می کنند همه هستند و 6 ماه هم که ما در ارگ محاصره باشیم توان دفاع داریم، نیروی کافی، تجهیزات داریم، ما از چی بترسیم؟ ما همه چیز داریم، جنگ می کنیم. با گفتن این حرفا به همکارانش روحیه می دهد. داخل مدیریت 16 پی پی ایس به دفترش می رود. اینجا همه سراسیمه هست. از پله ها پایین می شود. به مرکز ملی توحید می رود و تقسیم اوقات روزانه رئیس جمهور را می بیند. خلاف روزهای گذشته رئیس جمهور فقط یک جلسه دارد. با خودش می گوید: عجب، امروز رئیس جمهور چرا یک جلسه دارد؟ رئیس جمهور از ساعت 10 تا 10:45 با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری و وحید عمر، مسئول ارتباطات استراتژیک ارگ می‌بیند. از مرکز ملی توحید بیرون می‌شود و در حیاط سیگار روشن می‌کند. وحید عمر از دفتر رسانه‌ها بیرون می‌شود. وحید عمر دوست پدرش است و با خودش نیز رابطه دوستانه دارد. می‌پرسد: چه شده عمر صاحب؟ چه بی‌نظمی است؟ مردم پریشان هستند. وحید عمر می‌گوید: نه نه، هیچ گپی نیست، ما و شما هستیم، مشکل نداریم، با رئیس صاحب گپ زدم، هیچ چیز نیست، همه چیز عادی است. دوباره به دفترش می رود. تماس ها و پیام های تلفنی بیشتر می شود و خبرهای زد و نقیز مثل زندان پلچرخی شکست، طالبان در کمپنی رسیدند و در کوتی سنگی ترافیک را فراری دادند برایش می رسد. ساعت 10 تا 11 صبح جنرال قاهر کوچی رئیس پی پی ایس به تنهایی یک عرب درشت‌اندام را به سوی ساختمان حرمسرا راهنمایی می کند. سربازان با تعجب به همدیگر نگاه می کنند. راهنمایی مهمانان کار فرمانده نیروی ویژه نیست. هیچ کس از آمدن این مهمان اطلاع ندارد. کیستی یا هویت این مهمان را کسی نمی داند.
خلاف اصول و قواعد PPS، کوچی مرد عرب را که لباس سفید بلند بر تن دارد و چلتار بسته است و حرمسرا نزد رئیس جمهور می‌رساند. لحظات بعد وحید عمر با سراسیمگی بسیار در حالی که یک بکس زیر بغل دارد از قصر گلخانه بیرون می شود. رنگش سرخ شده و بسیار ورخطا است. از عمر می پرسد عمر صاحب کدام گپی است؟ وحید عمر پاسخ می دهد فکر کنم مسئله افغانستان خلاص است. دوباره می پرسد حالا کجا می روید؟ عمر می گوید هر کسی یک طرف می رود گپ خلاص است. 10 تا 15 دقیقه بعد از سوق اداره در مخابره صدا می شود از دروازه غزنی و چهارراهی زنبق 2 موتر می آید. پول است. موترها پول حمل می کند. هر چند نفری که هستند در موترها اجازه بدهید مانع نشوید. پس از این صدا تمامی کارمندان اداری ریاست دفتر، اداره امور و دفتر رسانه ها به فرار شروع می کنند. سراسیمگی و بی‌نظمی بی‌سابقه در ارگ آغاز می شود. همه کارمندان ارگ پا به فرار می گذارند و می کشند از ارگ بیرون شوند. سوق و اداره پی پی ایس حالت 600 یا حالت استرار اعلام می کند و به همه دستور داده می شود که اوضاع را کنترل کنند. کسی چیز را از ارگ بیرون نکند. در محوطه کسی نباشد و بازرسی کارمندان شروع شود. تمامی سربازان پی پی ایس در حال آماده باش قرار می گیرند. پیام مدیریت مسئولیت قریب که حلقه ویژی رئیس جمهور است برایش می رسد. کجا هستی؟ پاسخ می دهد همینجا بیرون دفتر. مدیر دوباره می نویسد فکر می کنم نفر می گریزد. در پاسخ مدیر می نویسد فکر نمی کنم بگریزد. شما کجا هستید؟ مدیر بار دیگر می نویسد 2 موتر پیسک آمد زیر گلخانه استاده است و به ما آماده باش گفتند و سوی میدانچه پهلوی قصر دلگشا حرکت کردیم. در پاسخ به مدیر مسئولیت قریب می نویسد اگر خبر دیگر شد بگو. نخواد بگریزد. فرار نخواهد کرد. لحظات بعد یک کاروان غیر معمول که حدود 7 تا 8 موتر است به سوی میدانچه حرکت کرد. دوباره به مدیریت مسئولیت قریب پیام می فرستد. چرا موترها زیاد است؟ موترها باید در کل 4 تا باشد. مدیر پاسخ می دهد ها 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 دیگرایش پر از پیسه است. 3 چرخبال در میدانچه منتظرند. پیلوتان و افراد حمایتی پلها را در 2 چرخبال جا به جا می کنند. رئیس جمهور فضل محمود فضلی، حمدالله محب، جنرال قاهر کوچی، دکتر یادگاری، طبیب رئیس جمهور، وحید عمر، محمد رفیع فاضل، سید مقیم عبدالرحیم زی و چند تن دیگر با 12 نفر از نیروهای مدیریت مسئولیت قریب در چرخبالها می نشینند. چرخبالها روشن می شوند اما رحمت الله اصولی، فرمانده کندک هوایی ارگ که پیلوت چرخبال رئیس جمهور نیز بود، چرخبال ها را نیمه خاموش می کند و برای رئیس جمهور می گوید بار هلیکوپترها زیاد است. پرواز را خطرناک ساخته، نمی توانیم با این وزن پرواز کنیم. کسی که به احتمال زیاد جنرال کوچی فرمانده عمومی پی پی ایس است صدا می کند تا میدان فاصله کم است پرواز کنید. اصولی با اصرار تاکید می کند پرواز با این بار ممکن نیست. من این خطر را قبول نمی توانم. اینجا مجبور می شوند تا مقدار از پول‌ها را با 8 تن از سربازان مدیریت مسئولیت قریب از چرخبال‌ها بیرون کنند. چرخبال‌ها دوباره روشن می‌شوند. فضلی بسیار ورخطا است. می‌گوید شاید این پرواز هم نشود و آن پرواز هم. باز هم رحمت الله اصولی، فرمانده کندک هوایی، می‌گوید باید بارها کمتر شود. وزن چرخبال‌ها کم نشده است. دوباره سربازان مدیریت مسئولیت قریب را که در میدانچه کنار موترها ایستاده‌اند صدا می‌زنند. سربازان پولها را از چرخبالها بیرون می کنند. تقریباً 1.5 لنگ کوریزر پول در موترها گذاشته می شود و چرخبالها پرواز می کنند. سربازان و رانندگان موترهای رئیس جمهور که ناامید، پریشان و خشمگین در میدانچه جا می مانند تصمیم می گیرند پولها را در میان خود تقسیم کنند. از میدانچه و توقفگاه ویژه موترهای رئیس جمهور برمی گردند. دروازه های توقفگاه را از درون قفل می زنند و به تقسیم پول آغاز می کنند. یکی در موتر، یکی در بکس، یکی در لباس، یکی در خریطه سهم خود را جابجا می کنند و بعد دروازه های توقفگاه باز می شود. لند کروزر های ویژه رئیس جمهور با سرعت به سوی دروازه های ارگ در چهارراه زنبق و دروازه غزنی حرکت می کنند. در دروازه های غزنی و چهارراه زنبق موترهای دیگر منتظر هستند. آنان از موترهای ویژه رئیس جمهور پایین و بر این موترها سوار می شوند و از محل فرار می کنند. سوق و اداره متوجه می شود که کسان چیز را از ارگ بیرون کرده اند اما
دیگر دیر شده است. کسری از ارگ و حامد کرزای رئیس جمهور پیشین خبر می‌دهد که محمد اشرف غنی و جنرال قاهر کوچی فرار کردند و دولت افغانستان بی سرپرست مانده است. حامد کرزای و عبدالاحمد محمدی معاون اپراتفی پی پی اس تماس می‌گیرد و به وی می‌گوید که سرپرستی پی پی اس را تا روشن شدن اوضاع و دوش بگیرد. محمدی به سربازان می‌گوید رئیس جمهور محب فضلی و کوچی رفتند، من در رأس هستم، ما و شما کار خود را عادی انجام می‌دهیم تا ببینیم بعد چه هدایت می‌دهند. با وجود این کنترل ارگ ناممکن بود. کسانی که در ارگ ماندن شروع کردند به غارت کردن پل‌های باقی مانده در اداره‌های گوناگون ریاست جمهوری. 2 تا 2.5 لک دلار پول اپراتفی ریاست پی پی اس را دستیاران قاهر کوچی با موتر او تا دروازه بردند. 500,000 دلار در دفتر حمدالله محب بود برده شد. ماشین‌های ATM چند بانک شکسته شد و پول بیرون ریخت. چند تن از سربازان تلاش کردند پول‌ها را دوباره جمع کنند. نزدیک به 100,000 دلار را توانستند گردآوری کنند. همه را در یک موتر هاموی جابجا کردند. این موتر با پول تا ورود طالبان برگ در همان جا بود و به دست آنان افتاد. پس از ساعت 4 بعد از ظهر برخی از افراد مسلح در دروازه غزنی آمدند و به سربازان گفتند تسلیم شوند و سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. سربازان در مخابره از سوق اداره هدایت می‌خواستند. کسی نبود که سربازان را هدایت کند. مخابره محمدی خاموش شده بود. جنرال اشرف نبی‌زاده از افسران پی پی اس در دستگاه مخابره صدا کرد کسی را داخل اجازه ندهید. فکر می‌کنم محمدی هم رفته. ساعت بعد سربازان دروازه دوباره صدا کردند. افراد مسلح به سوی ما فیر می‌کنند. چه کنیم؟ هیچ کسی نبود که به سربازان هدایت بدهد. سربازان گفتند ما سلاح‌هایمان را می‌مانیم و می‌رویم، چون هیچ کسی نیست که مسئولیت بگیرد. ساعت 7:40 شام بود که سرپرست گفت 6 نفر در ارگ نوکریوال باشند. دیگران لباس‌های غیر نظامی بپوشند، سلاح‌هایشان را بمانند و بروند. با دنیای از اندوه و خشم بیان که لباس‌های نظامیش را تبدیل کند و سلاحش را بماند و سوی چهارراه زنبق براه می‌افتد. در چهارراه چند طالب مسلح ایستاده‌اند. انتظار دارد با خشونت برخورد کنند تا شلیک کند، اما می‌گویند برو. او به سوی خانه راه می‌افتد. در این قسمت برنامه مقام کلیدی امنیت ملی می‌گوید فرار اشرف غنی سازماندهی شده بود. حمدالله محب و فضل محمود فضلی برنامه فرار را هماهنگ کرده بودند، اما روز و ساعت فرار روشن نبود. امنیت ملی به اطلاعات دست یافته بود که یک هواپیما مدت پیش از فروپاشی نظام در فرودگاه کابل پارک شده است و امنیتش از سوی سربازان نیروی ویژه امنیتی رئیس جمهور تأمین می شود. هیچ کس اجازه نزدیک شدن به آن را نداشت. روز فرار برنامه این بود که نخست با چرخبال‌ها به میدان هوایی بروند و با آن هواپیمای از پیش هماهنگ شده از افغانستان بیرون شوند، اما بی‌نظمی و بی‌سروسامانه‌ها در میدان هوایی سبب شد که نتوانند با این هواپیما از افغانستان خارج شوند. رئیس جمهور در یک تماس تلفنی حوالی ساعت 2:45 با رئیس امنیت ملی و وزیر امور داخله با آنان هدایت داد تا جلو بی‌نظمی، دزدان و فرصت طلبان را در شهر بگیرند. او اطمینان داد که با طالبان تماس تأمین شده است و طالبان تا 2 هفته داخل کابل نمی شوند. اما بی نظمی در کابل شدت گرفت و سوی دیگر همه نیروها از هم پاشیدند. حتی برای جلوگیری از یک بی نظمی کوچک نیروی کافی در دسترس نبود. یک ساعت پس از تماس تلفنی اشرف غنی خبر رسید که رئیس جمهور کشور را ترک کرد و هیچ راه دیگر برای مقاومت در کابل باقی نماند. اشرف غنی در ماه‌های آخر حکومتش هیچ موضوع مهم را با امنیت ملی در میان نمی‌گذاشت. مثلا جزئیات ملاقات 14 ثور او با فرمانده کل نیروهای مسلح بریتانیا و لوید ریستیز پاکستان هم در اختیار امنیت ملی قرار نگرفت و رئیس وقت امنیت ملی نه در آن ملاقات حضور داشت و نه چیزی در این مورد به او گزارش داده شد. مقام پیشین امنیت ملی به این نظر است که در همان ملاقات پرونده افغانستان بسته شد و فرار اشرف غنی هم با آن ملاقات بی ربط نبود. در این قسمت به پای صحبت‌های سرباز پی پی اس می‌نشینیم. و یکی از سربازان حلقه قریب رئیس جمهور که در رخصتی بود زنگ زدند و گفتند رئیس جمهور وزارت دفاع می‌رود، زود دفتر بیا. در حالی که پیام‌های پی در پی از داخل شدن طالبان به کابل می‌رسید و شهر بی‌نظم می‌شد، از باغ بالا پیاده خودش را به ارگ رساند. هدایت رسید که به سوی میدانچه برود. رئیس جمهور، بانوی اول، حمدالله محب، فضل محمود فضلی، سهراب، دستیار رئیس جمهور و شمس
یاور اشرفغنی سوار چرخبالها شدند. با پرواز چرخبالها سربازان درک کردند که چرخبالها به سمت وزارت دفاع نمی روند بلکه رئیس جمهور را فرار می دهند. شماره از سربازان پی پی اس هم در چرخبالها سوار شدند، اما با آنان گفته شد که وزن چرخبالها سنگین شد و باید پیاده شوند. آنان هم از ناچاری پیاده شدند. پس از پرواز چرخبالها شماره از سربازان پی پی اس که در میدانچه مستقر بودند طرف دروازه های خروجی ارگ رفتند تا از محوطه ریاست جمهوری خارج شوند. نگهبانان دروازه های خروجی خواستند با شلیک مانع خروج آنان شوند، اما نتوانستند. این سربازان و نگهبانان گفتند که وظیفه آنان تأمین امنیت رئیس جمهور بود و حال که دیگر اون نیست، وظیفه آنان هم ختم است و باید به خانه بروند. شماره از این سربازان پس از خروج از ارگ به سمت دروازه سفارت آمریکا رفتند، ولی در آنجا هم کسی نبود تا با آنان صحبت کند. این سربازان ناچار شدند که به شهر بروند و راه خانه های خود را در پیش گیرند. اما شماره دیگر از سربازان پی پی اس از ارگ خارج نشدند، بلکه از میدانچه مستقیم نزد خیبر و منگل یاوران اشرفغنی که هنوز در محوطه ارگ حضور داشتند رفتند. یکی از سربازان خطاب به یاوران اشرفغنی گفت: همه رفتند، ما چی کنیم؟ یکی از یاوران پاسخ داد: صبر کنید که از خانه رئیس صاحب کرزی زنگ می آید. عبدالقیوم زاکر فرمانده طالبان از دفتر حامد کرزی تماس گرفت و گفت: ما با شما کاری نداریم. پیش از این که جنگ خونریزی شود و یا چور و چپاول شود، شما سلاحهایتان را بگذارید، ارگ را به ما تسلیم کنید و شما تعهد نامه می دهیم که کس شما را در آینده اذیت نکند. سربازان پی پی اس با عالم از اندوه و چشمان تر یکی یکی تفنگ‌هایشان را در اتاق‌ها گذاشتند و از ارگ ریاست جمهوری که سالها از آن مانند مردمک چشمشان حفاظت کرده بودند خارج شدند. طالبان ساعت 8 شب کنترل ارگ را به طور کامل به دست گرفتند. در پایان یک یادداشت هم به این مطلب نوشته شده و گفته شده که محمد اشرفغنی انتقال پول از افغانستان را رد کرده است. مقام امنیت ملی و همچنان سرباز پی پی اس هیچ چیزی در مورد انتقال پول توسط محمد اشرفغنی در جریان مصاحبه به نگارنده نگفتند. محمد اشرفغنی از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خواسته است که در مورد اتهام انتقال پول که به او زده می‌شود تحقیق کنند. سیگار اداره تفتیش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان گفته است که در مورد انتقال پول توسط اشرفغنی تحقیق می‌کند. تحقیق سیگار تا هنوز تکمیل نشده است. این بود برنامه دیگر ما که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.